خب وب تری چیه؟ ببینید وب تری من میخوام بهتون توضیح بدم یا همون وب سه. اول باید به شما وب یک رو توضیح بدم. وب یک چیه؟ ببینید چی بود. یعنی ما اولش که اینترنت درست شد، کسایی که سایت داشتن یه دیتایی میذاشتن تو اینترنت، ما فقط میتونستیم بخونیم read just، فقط خوندن عکسی ویدیوی چیزی، ما هیچ تعاملی نداشتیم، پس فقط میخونیم. وب دو شد که الان هم تو وب دو ایم، تقریبا داریم مهاجرت میکنیم کم کم به وب سه. چه اتفاقی توش افتاد؟ تغییرات ایجاد شد دیگه، گذاشتن ما علاوه بر رید کردن یعنی خوندن، رایت هم بکنیم یعنی ما هم بنویسیم. حالا همه چی در نظر بگیرید، شما تو اینستاگرامتون پست میذارید، تو فیسبوکتون پست میذارید، تو گوگل مپ میتونید نظر بدید در مورد یک کسب و کار، از طریق استپ و اوبر میتونید تاکسی اینترنتی بگیرید، از طریق اپلیکیشن های پرداخت میتونید پرداخت کنید. رید رایت، این سری رایت هم صورت گرفت. اومدیم جلوتر، یک ایده ای به ذهن یه بنده خدایی به نام ساتوشی رسید، شاید هم از قبل تر ایدهش وجود داشت، ولی اومد یک توسعه اولیه انجام داد. چی کار کرد؟ وب تیری یعنی فازی که داره، نگاهی که داره، دیدگاهی که داره اینه که ما بیایم حریم خصوصی رو بیشتر کنیم. حالا یعنی چی حریم خصوصی رو بیشتر کنیم؟ میگه ما اگه بیایم تمرکز زدایی کنیم از شرکت های بزرگ که انحصاری دستشونه، قدرتی دستشونه، حریم خصوصی رو بیشتر کردیم. من همیشه سنم پایین تر که بود گفتم یعنی این همه شرکت تکنولوژی اومدن و مردن و این حرفا، یعنی گوگل هم از بین میره؟ به نظر من میتونه از بین بره اگه خودش رو تو این فاز نندازه و توسعه نده. حالا چه جوری؟ از طریق وب تری. ببینید داستان چیه، شما سرچ میکنی، سرچ هر چی، گل کشیدنی نه، گل دادنی مثلا، چه میدونم خرید میز، پیانو، چه میدونم همه چی. خب دسترسی به همه اینا داره. وقتی دسترسی داره چیکار میتونه بکنه؟ هر تبلیغی که بخواد میتونه بکنه. ما امروز تو ایران عموما داریم از واتساپ استفاده میکنیم، چون تلگرام حالا فیلتر شده بود، با اینکه حالا تلگرام بهتر بود ولی فیلتر شده بود دیگه، همه واتساپیم تقریبا. حالا دوباره باز واتساپ فیلتر شد ولی باز موندن، چون وی پی ان و این داستان اومدش. حالا چه اتفاقی افتاد؟ شما فکرشو بکنید، ما پیام رسانمون واتساپه، اینستاگرام استفاده میکنیم، حالا افغان ها و یک سری کشورهای دیگه این فیسبوک خیلی استفاده میکنن، سه تا قوله سوشیال مدیای دنیا، پیام رسان و سوشیال مدیای دنیا دست شرکت ذاتن فیسبوک، حالا اسم شده متا. این فاجعه است، دیتای همه چی تو الان داره، تو چی میبینی، چه سبکی دوست داری، با چه ویدیوهایی میخندی، تو اکسپلور میری گاهن مثل بعضی پیش میاد که چشم باز میکنن میبینن ای یک ساعت شده و شما رو سرگرم نگه داشته. کسی که اینقدر در مورد شما میدونه بخواد تبلیغات کنه چجوری تبلیغ میکنه؟ بهترین حالت ممکنه به تبلیغ میکنه دیگه، پس دیتا تو داره. حالا اگه این تبلیغ فقط خریده نباشه، مثلا یه وقت شما میخوای پیانو بخری، میای تحقیق میکنی اون داره به تبلیغ پیانو نشون میده، تو بیای پیانو میخری ازش نهایتا. خب ولی همیشه که اینجوری نیستش که. تو انتخابات ریاست جمهوری ترامپ از طریق فیسبوک استفاده شد و ترامپ رأی آورد، هیچ وقت نیاد مستقیما تبلیغ کنه ترامپ 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 بکنه تو چشه یارو. نورو مارکتینگ کردن، یه کاری کردن که یک شخصیتی طرف پیدا کنه، شخصیت فاشیستی کم پیدا کنه جامعه، و اون شخصیت فاشیستی میره به سمت در واقع طرفدار ترامپ شدن و ترامپ رأی آورد. حالا من کاری ندارم، خیلی خیلی شاید طرفدار ترامپ باشن این حرفا، اصلا کاری با این دوستان ندارم، یعنی اینکه سوشال مدیا میتونه به شما جهت بده دیگه، میتونه خوراک ذهنی واسه تعیین کنه دیگه. وب تری میگه من نمیخوام بذارم این اتفاق بیفته. گوگل هم همین بوده، گوگل هم همین بود. وب تری میگه من نمیخوام بذارم این اتفاق بیفته، حریم خصوصی رو بیشتر میکنم. چه جوری بیشتر میکنه؟ خیلی ساده، البته خیلی ساده هم نیست، خود ان شاءالله تر نزنیم توی زحماتی که کشیدن. چه جوری این کارو میکنه؟ میاد از یک سیستمی به نام بلاکچین استفاده میکنه. بلاکچین کارش اینه، یک تابعیه که هر چی بگیره غیر متمرکزش میکنه. برای مثال اولین چیز چی بود؟ ما گفتیم پول اون وقت تو وب تو استفاده شد دیگه، آپ و موبایل بانک های مختلف، بانک تجارت و ملت و چه میدونم پاسارگاد و آینده و اینا به وجود اومدن دیگه. خب شما در نظر بگیرید تو یک سیستمی هستیم که من به شما پول میدم، تایید تراکنشمون رو یک ماینری انجام میده که نه منو میشناسه نه شما رو میشناسه، ولی بانک مرکزی هم منو میشناسه هم شما رو میشناسه. دیدید چی شد؟ اگه سرور بانک مرکزی قطع بشه یا نخواد، من دیگه نمیتونم تراکنش انجام بدم، ولی اگه این ماینر خاموش کنه یه ماینر دیگه روشن میکنه. اصلا یه جوری شده دنیا، اگه الان کل مثلا یه تایم این اتفاق افتاد، چین خیلی ماینر داشت با اون عظمت و
قدرت اول شبکه ماینینگ و این حرفا اومد، کل یعنی ممنوع کردن کل ماینرهای چین، واسه تون بگم خاموش کردن. چه اتفاقی افتاد؟ کل دنیا روشن کردن، چون دیدن به شدت میصرف ماین کردن. ماین اینجوریه دیگه، شما تایید تراکنش انجام میدی، هدیه و جایزه میگیری بابت این زحمتی که داری تو شبکه میکشی. میگیری چی میخوام بهتون بگم؟ پس یک سیستم غیر متمرکز ایجاد شد. حالا این تو پول بود، شما فکرشو بکنید، میخوای بری سرچ کنی، میتونی از یک سرچ باکسی، از یک سافت وری، از یک نرم افزاری استفاده کنی که غیر متمرکزه و معلوم نمیشه سرچ هایش تو اصلا کی بودی تو این شبکه که سرچ کردی. یا میخوای بری مثلا از یه شبکه اجتماعی استفاده کنی، دیگه توش معلوم نمیشه که تو کی هستی که داری اینو اینا رو میذاری، این دیتا رو بیان به هم آمیخته کنن. هر سری تو تغییر میکنی، هر سری شخصیت تو توی شبکه تغییر میکنه و نمیتونه سیستم به این نتیجه برسه که آها تو این همون اونه بودی که بیاد وسط یه سری تبلیغات و یک سری خوراک فکری و در کل اون تئوری مدیریت جهان و این حرفا اتفاق بیفته. دنیا داره به سمت بهتر شدن میره ها، یعنی این هم یه دور از همونات. ما یه روز رید میکردیم، بعدا اومدیم رید و رایت کردیم، امروز حریم خصوصیمون هم بیشتر میشه، نمیذارن هر خوراک فکری بیاد سمتمون. این چیز فوق العاده است به نظر من، این یه چیز فوق العاده است و بسیار اتفاق مثبتیه که دیر یا زود این اتفاق میفته و در نتیجه سرمایه گذاری توی زمینه کریپتو به نظر من بسیار آینده داره. اگه کسی که حالا فقط جک دورسی بوده تقریبا دیگه، جک دورسی روزای اول این اینستاگرام اومده روش سرمایه گذاری کرده، پولش به دلار چند برابر شده به امروز. کتاب نو فیلتر رو میخوندم، فکر میکنم سال 2018 ای تازه کتاب، خب پولش 100 هزار برابر شده، 100 هزار برابر دلاری توی مثلا 7 8 سال. خب این اتفاقا میتونه الان توی زمینه کریپتو بیفته و ما حالا خودمون تو سبدی که داریم سعی میکنیم اون ارزهایی که آینده مثلا تمرکز زدایی رو بیشتر میکنن، آینده حریم خصوصی رو بیشتر میکنن، آینده دنیای بهتر ساختن رو میکنن و زمینه این که درست دارن این کار رو انجام میدن دیگه. اصولی البته بگم قطعا وقتی شما روی شرکت با تکنولوژی بالا رو لبه یه علم داره کار میکنه سرمایه گذاری میکنه، خطرات خیلی زیاده، خاطر این بازاری کریپتو خیلی خطرات داره. ولی خب یه بخش دارایی کمی اگه از هر کسی کمی روی این قضیه سرمایه گذاری کنه به نظر من اتفاق فوق العاده میشه. حالا خلاصه همه اینا رو سعی کردم به شما توضیح بدم. اگه نکته جا مونده، سوالی دارید، من اینو نکته جا مونده باشه، ولی اگه سوالی دارید کامنت کنید، خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم. کامل جواب داده میشه یا حتی شاید واسهتون یه دونه ویدیو بسازم. بارها این اتفاق افتاده، ساوس کسی سوال پرسیده اصلا همون سوالشو ویدیو کردم و ویدیو رو لینکش رو واسهش فرستادم که ببینه. ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و ممنون که انرژی میدید. یا علی، خدافظ.